سلام به همه کسایی که میشنون صدا ما، بچه های آتیس ریپابلیک. من از دارتون پیام میفرستم. یک 6-7 ماه پیش با شما آشنا شدم، با گروهتون و جذب خوبش و اینا. خواستم بگم که چه بخشی بیشتر به دردم خورد و یک توصیه بهتون بکنم. بهترین چیزی که باعث شد من آتئیست شم، یعنی من اولش آتئیست نبودم، خب یعنی کتابای برتران راسل رو خونده بودم، صرفا کنجکاوی فلسفی و اینا داشتم، تا اینکه مثلا برنامه‌ای که در مورد داروین با دکتر نوذری و یا مخصوصا برنامه‌ای که آقای کیمیایی اسدی داشتن خیلی مفید بود، باعث شد رفتم کلی باز دوباره تو حوزه‌ای که معرفی کردن تحقیق کردم، کتاب دکتر کیمیایی خریدم اینترنتی، بعد خوندم کتاب چیزی هم که شما ریچارد داکینگز هم که معرفی کردین خوندم، آقای نوابی معرفی کردین. به نظر من در مورد میم تئوری و اینکه تکامل ایدئولوژی چی اتفاق میفته بیشتر صحبت کنین و دعوت کنین از مهموناتون، چون واقعا حلقه گم شده برای این که دوگم نباشیم و همش فکر نکنیم اسلام درست و اینا، یعنی برای در واقع فرار از اسلام حلقه گم شدهش اینجاست. اینا اگه بدونن خودشون میدونن که چه اتفاقی افتاده، بشر چجوری دینو به وجود آورده. حتی متاسفانه کتاب آقای داکینز به فارسی هست تو اینترنت، ولی نسخه چاپیشو مگه به صورت آفست و اینا پیدا بشه. بعد دیگه توصیه هم همین بود که بخش علمیتون رو یکم بیشتر کنید، بخش سیاسیتون خوبه ولی بخش علمیتون من خیلی بیشتر دوست داشتم، مخصوصا زیست شناسی، تکامل. دیگه یک توصیه کتاب دیگه هم خواستم معرفی کنم، من چازه دانلودش کردم میخوام بخونم، یعنی خوندم حتی یک فصلشو. یک کتابی هست به نام روانشناسی تکاملی از دکتر دیوید باس، بعد در واقع یه رشته نوعیه ولی به صورت تکاملی به انسان نگاه میکنه، این که مثلا ما یک موجود به خصوص جدای از این طبیعت و موجود دیگه نیستیم، ما مثل اونا کارکرده روانشناختیمون در واقع به قابل تشخیص، مخصوصا به اساس تکامل چه تغییراتی توی رفتارمون، توی رفتارهای حالا جنسی، رفتارهای اجتماعی، رفتارهای مختلفمون به وجود اومده. خیلی جالبه، اگه یه پادکست در مورد این بسازید خیلی جالب میشه و کتاب معرفی کنید. سلام آرمین جان، من خواستم فقط درباره عقایده که به این که بگم که عقاید شما درست یا غلطش صحبت نمی کنیم، ولی سوال من از شما اینه که عقاید شما درست، اما آیا فکر می کنید در هنگام عملی کردن آن شما می تونی موفق باشی؟ یعنی به این صورت که الان شما یه برنامه ساختید و به قول شما کسایی که احمقانه فکر می کنن می گی برو، ولی اگه یه مسئولیتی در مقابل همون مردم به شما بدن، یعنی اینکه نمیتونی بگی برو، که کما اینکه این کسایی که احمقانه فکر میکنن همونجوری که خودت داره تجربه میکنه توی یه برنامه کوچیکی که ساختی میبینی که اشخاص جوابی برای شما ندارن و جوابی بالا میدن. حالا فرض کن نسبت به این اشخاص شما مسئولیت داری، آیا به نظر شما چه کار میشه کرد؟ اینکه برو از این کشور، برو از این محله، برو از این برنامه، برو، این جواب یک مسئول یک کشوری یا یک منطقه‌ای نمیتونه باشه. باید یه برنامه‌ای داشته باشه که بتونه اون شخص رو قانعش کنه، تربیتش، اصلا ما میگیم احمقه، باید تربیتش کنه. و تمام این اسمایی که شما میگی در عمل جواب نداده. یعنی اول شما باید انسان رو در نظر بگیری، خصوصیات انسان رو خوب بشناسی، اکثریتشون رو بتونی دراری و در مقابل این اکثریت شما یه ایده، یه اسم، یه عقیده‌ای بسازید که جواب بده.
و بتونه اون اشخاص احمق رو هوشیار کنه. برای هوشیارا صحبت کردن که خب کار فکر نمی کنم خیلی سختی باشه، مثلا احتیاجی به این برنامه ها نیست، برنامه شما اتفاقا مال احمقاست، باید اون صحبتی بشه که اون احمقا رو روشن کنید و با اسم نشد. برای همین من یه راست باید میرفتم سر اصل همین که شما درباره خدایان، جمهوری بی خدایان یا اصلا وجود خدا رو انکار میکنید، بحث اصلی به همین برمیگرده. من معتقدم انسانی در روی کره زمین نیست که به خدا ایمان نداشته باشه، که اگر این انسان وجود داشته میره جزء افرادی که دپرسه و مریض تقریبا. حالا شما میگی نه من خودم بی خودم، چرا مریضم نیستم؟ نه، شما خدا داری، اسمش الله نیست، اسمش یهوه نیست، اسمش یعنی ملت دنیا دارن بر سر اسم خدا فقط بحث و گفتگو میکنن. خدا چیزی نیست که شما مثلا بگی نه فقط اللهه، یا مثلا مسیحه، یا مثلا یهوه. همینجوری که تو کتابای مذهبی بارها بارها خود خدا گفته که اسمهای مختلف صداش میکنن. حالا تو قرآن یه سری اسم براش میذارن، توی انجیل یه سری مذهبهای مختلف اسمهای مختلف. حالا شما میایی میگی نه خب پس اینا صفاتاش، پس این الله اصلا نمیتونه یهوه باشه. اینا بحثاییه که ما باید بیایم دربارش بحث کنیم و تعصبات و اینا باعث میشه که بگی نه خدای من کامل تر از خدای توه. پس این وجود داره، کسی به نام یه انرژی یا هر چیزی که هست وجود داره و انسان به اون نیاز داره. این خیلی مهمه، انسان به پرستش یک نیروی ماورا طبیعی احتیاج داره. شما نمیتونی بگی که انسان فقط بود مادی انسان براش برنامه بریزی. چرا؟ چون انسان یه موجود دوزیستیه، میشه تقریبا گفت مادی معنوی، و روزی مثلا 4 ساعت خوابیدن یا حالا میگن 8 ساعت، این یک دلیل خیلی واضح برای دوزیستی بودنه انسانه. و شما همون آقای جنوسه که درباره مثلا میخواد با فیزیک به خدا برسه، در اینا چیزاییه که خب خیلی جای بحث داره، بله میشه صحبت کرد، ولی اگه بیای به کل بسنجی، ما فقط ماده نیستیم، انسان فقط ماده نیست، یک روان داره. حالا میگن روانشناس، ولی من روح با روان میان بینش فرق میذارم، من نفهمیدم این فرقا برای چیه. روح و روان چه فرقی با هم میتونن داشته باشن که بگیم مذهب و اسم به وجود بیاد؟ پس ما فقط انسان ماده نیست، نه انسان، هر میشه بگیم تمام حیوانات و مسائل دیگهش، ولی اگر موضوع بحث رو فقط بذاریم روی انسان، انسان نمیتونیم علم بیاد بگه که نه فقط هر چیزی که ماده ما میبینیم لمس میکنیم علم، علم علم روانشناسی هستن دربارش صحبت بشه. با مذهب علم روانشناسی اسم به وجود میاره، مذهب دین، و مسلما دین کامل تر از هر اسمی میتونه باشه. اگه باشه وقتی من حاضرم درباره این مسائل با شما صحبت کنم، و فقط نکته این میمونه که آیا شما فقط میخوای بگی که انسان ماده است و دارای هیچ معنویات و فرا از ماده ما نباید بحث کنیم، در صورتی که مهمترین قسمت انسان که هنوز کسی نتونه با این همه پیشرفت علمی نمیتونه بیاد بحث کنه که جهان ماورای طبیعت یا اصلا معنویات یا روح یا روان وجود نداره. در صورت ممنونم، نمیدونم تونستم منظورم برسونم یا نه. موفق باشی، جوون خوشفکری هستی، ولی مقطعیه، به خاطر اینکه شما حالا بعدها خواهید دید که اگر به همین برخودت با این مخالفای توی یک برنامه کوچیک که تو میبینی جواب برو نیست، جواب اینه که اصلا برنامه شما مال اون احمقاست. برای فهمیده ها اگه برنامه گذاشتن فقط به قول معروف یه نوع خوشمشربی میتونه باشه که کیف کنید. در صورت ممنونم، موفق باشید.